برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، از هر آنچه که دیده ایم و شنیده ایم. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، 99.99999 مردم کره زمین متوهم. یعنی اگه بخوام خیلی راحت توضیح بدیم، بجز عرفان و تصوف و ریستارتیا، هر کسی در کره زمین هست متوهمه، بیماری روانی داره، راه نجاتی براش وجود نداره. پس 99.99999 مردم کره زمین و ریستارتی ها فراتو میتونم بشون آقا شما متوهمی. توهم یعنی چی؟ توهم یعنی این که نمیدونه از کجا اومده، از شکم مادرش متولد شده، اومده زندگی کرده و نمیدونه برای چی تو این کره زمینه و بعد میمیره و نمیدونه برای چی داره میمیره. متوهمه از این که حالت سوم نور رو که من قرار توضیح بدم نمیدونه اصلا، بدبخت نمیدونه عدد پی اگه انتها داشته باشه چی میشه، نمیدونه بیچاره، خودش پادشاه میدونه. توهم ببین تا چه حد خودشو وزیر میدونه، مهندس میدونه، پدر میدونه خودشو. خودش فکر میکنه بچه داره، فکر میکنه زن داره، فکر میکنه الان خونه خریده، ماشین داره، فکر میکنه پست و مقام داره. متوهم. وقتی میمیره همه چیز متوجه میشه. فرض کن من الان صوفیم، تو هم که داری این برنامه رو نگاه میکنی غیر ریستارتی، من زنگ زدیم یا حسینی کمکم کن، مشکل مالی دارم، منم خدایگان صوفیام، میگم اوکی. شب خوابیدی میام خدمت شما، شب سرت گوشی خوابیدی و من میام تو خواب چک مینویسم 150 میلیون دلار کش میریزم تو حساب، تو خواب چقدر خوشحالی؟ میری پای دکاریات میدی، پولات میدی، قرضات میدی، یه خونه میخری روبروی دریا زیبا، پشت به جنگل، افق فلان، تو خیابون دیگه اینجوری 8 ماشین میخری، به بچه‌هاش پول میدی، به بچه‌هات پول میدی، به زنت پول میدی، به خالت پول میدی، خوشحال قدرتمند، 700 تا 500 تا استخدام میکنی، تمام خوشحال. بعد تو خواب بهت میگم خوشت اومد، میگه عالی بود، خیلی ممنون. و اینقدر متوهمی نمیدونی که لحظه که از خواب میپری تو یک اتاقی نشستی و یه دلار پول نداری و غذا نداری شب بخوری، و اولین سوال تو ذهنت اینه، یعنی تو اون خواب فقط به من پول دادن؟ یعنی 150 میلیون دلار من رفتم دم خونه صوفی گفتم صوفیا کمکم کن فقط خواب بوده؟ of course بعد از مرگ هم دقیقا همینجوریه، یعنی چشماتو که بعد از مرگ باز میکنی میفهمی پادشاه نیستی و توی اتاق نشستی و غذا هم نداری بخوری و داری خواب میبینی، وسط خواب بودی، وسط خواب اپوزیسیون ریستارت زدی کنار، صفحاتشو بستی، به قدرت رسیدی. وقتی چشماتو باز میکنی یه قدرت اصلا ریستارتی هست و کلن رو هواییه. متوهمی. از بعد از مرگ هیچی نمیدونی، هیچ کس در کره زمین نمیدونه، هیچ دینی از کره زمین وجود نداره که از بعد از مرگ در جریان باشه، 7 میلیارد جمعیت هیچ کس در جریان نیست الا ریستارتی ها، الا این برنامه ریستارتی که داره وسط توضیح میدی که کسانی میتونن تو رو بعد از مرگ کمکت کنن و از خواب که بیدار شدی کش پول واقعی بهت بدن،
که یا یه تنن یا سه تنن یا پنج تنن یا هفت تنن یا چهل تنن و یا 300 تن. خوش آمدید به خیال و قیاس و گمانی که صبح تا شب توشی و نمیخوای بفهمی. خوش آمدی که به برنامه‌ای که ما جز خندیدن راهی نداریم. چرا میخندیم؟ برای اینکه هی میخوایم به تو بفهمونیم دنیای بعد از مرگ، و اگه میخوای باید ریستارت ها رو گوش بدی و تو هی فرار میکنی، صفحات ما رو میبندی و ما فوش میدی. ما میخوایم تو رو نجات بدیم، تو داری در میری. ما میخوایم پول بریزیم تو حسابت کش، تو داری فرار میکنی. تو دقیقا داری از خودت فرار میکنی. Welcome to 183 برنامه ایری استارت. Welcome my friend. از صبح تا شب واسه شما اهل تصوف توضیح دادی که مرگ و خواب، یعنی خواب برادر مرگ، ولی موضوع رو متوجه نشدی. یعنی همه ی انسان ها وقتی که میخوابن میمیرن بلا استثنا. یعنی هیچ انسان در کره زمین نیست که بخوابه و نمیره، حتما میمیره. چرا میمیره؟ برای اینکه روح انسانی ازش خارج میشه. اگر انسان باشه روح انسانی داره، اگر نباشه روح حیوانی، یعنی نفسی که میگن تو جیگره، روح حیوانیه توش. از جمادی مردم و نامی شدم، یعنی تخمی بودم جامد، تبدیل شدم به گیاه، گیاه تبدیل شدم به حیوان، با خوردن حیوان، حیوانی که منو خورد. خدایا مرا نصیب بعبعی کن. سلطان جنگل شیره، بله بعبعی منو بخور. چرا؟ چون اگه باهوش باشه، این گیاه باهوش باشه، صبح تا شب دعا میکنه که خدای من نصیب بعبعی کن. آقا یه چوپانی از یه رد میشه منو بخوره؟ چرا؟ چون میدونه بعبعی خوراک انسان میشه و به انسان تبدیل میشه و بعد میتونه مرحله بعدی رو پاس کنه. پس تلپاتی، هیپنوتیزم، یوگا، مطالب علمی که تازه دانشمندان احمق کره زمین بهش رسیده، 5424 سال پیش وارد کره زمین شد. یعنی صوفیسم یک روش‌هایی به ریستارتی ها در طول این 5424 سال یاد داده که هر ریستارتی که ریستارتی میشه وصل میشه به اینترنت صوفیسم. پس تو اون برنامه های قبل توضیح دادم نماز مال ریستارتی هست. چرا؟ برای اینکه شما وقتی نماز رو شروع میکنی خوندن، اینجوری که به قول این مسلمان ها نماز همه ادیان دارن دیگه نمیتونی فرار کنی که این همه الان حداقل میشه گفت 7.5 میلیارد مردم کره زمین نماز دارن، همه یه دینی دارن. حالا بقیه آتئیستن، بی خدا هن، کمدی هن یا هر چیزی، چون خود دین دارن کمدی هن دیگه، دو تا کمدی با هم دعوا دارن. پس میگه الله اکبر، یعنی همه چی پشت سرم. از اینجا بازی نماز مجازی شروع میشه. یعنی نماز یعنی یک ریستارتی، وصل میشه به اینترنت. یعنی صوفیسم رو باید بشناسه. پس صوفیسم الان در کره زمین دارای یک پسورد با اثر انگوش خودش. هر کسی که الان ریستارتی باشه باید صوفیسم الان رو بشناسه. اگه به صوفیسم قبلی ربط داشته باشه، پسوردش ریستارت شده، ریسرچ شده، از الان باید پسورد بزنه. بعد کی میخواد پسوردش رو بزنه، میخواد بره تو، میگن شما نمیتونی بیای تو، مسیج باید بفرستی، کد واسه بفرسته و اون کد وارد اینترنت الان بشی. پس به هر دوری ولی قائم از آزمایش تا قیامت دائم است دو تا پیام داره. نمبر 1، هر صوفیسمی که میمیره اینترنت کلا قطع میشه،
سیستم کل جهان هستی، کل جهان هستی، هر چیزی که آفرید، یعنی جبرئیل مسیج میفرسته. الو سلام، خسته نباشید قربان، من جبرئیلم، اجازه هست؟ اگر سوفیسم بعدی جوابشو نده رو حواس. فکری میکائیل اونجا وایساده، هر سوفیسم میاد اینطوریه؟ آف کورس که اینجوری نیست. مگه اول قرآنتو نمیخونی احمق؟ میگه خدا رو کرد به یک موجودی، توش دمید، رو کرد به تمام موجودات، گفت سجده کنید. یعنی چی؟ یعنی اطاعت کنید. یعنی چی؟ یعنی خدای تو اینه، این رب به توه. پس میکائیل چند تا رب عوض کرده؟ اینو نمیخوای بفهمی؟ اولین سوفیسم آدم بود، دومین سوفیسم شیس بود، سومی عیسی بود، موسی بود، بعد رسید به محمد. جبرئیلی که برای محمد وارد شد، رفت تو اینترنت برادر سرچ کرده بود، کد گرفته بود. کل جهان ریسرچ میشه، سوفیسم بعدی میاد، پسورد کلا عوض میشه. هیچ کس پسورد نداره. یه بار دوباره تکرار کنم که بفهمی عرفا چی میگن. عرفا میگن هو یک اقیانوس بزرگه، بیلیارد ها بیلیارد سال نوری رو ضرب در بیلیارد ها بیلیارد سال هر کوفتی که دلت میخواد بکنه، یک اقیانوس بسیار بزرگ. یک قطره از این اقیانوس رو برداشت هو، که هاشتوه، هم اونا هاشتوه هم این هاشتوه، پس جنس سوفیسم از جنس خود هوه. یک قطره از این رو برداشت و بهش گفت سوفیسم باش، از خودش توش دمید، که بعدها هم توضیح دیم که در ریستارت که همه ادیان دروغ میگن. یعنی چی؟ یعنی خدا در انسانها ندمید، خدا فقط در سوفیسم دمید. همین یک قطره شده. این قطره جهان هستی رو درست کرد، یعنی ستن رو درست کرد، ستن پنجتن رو درست کرد، این دوتا هم حضور داشتن، بعد هفتن رو درست کرد، این شد سلسله مراتب جهان هستی. پس یه هو بود، یه قطره از خودش رو برداشت، شد سوفیسم. سوفیسم کارشون چیه؟ سیر و سلوکشون چیه؟ تو هوه. بقیه جهان تو سرسرکشون تو کیه؟ تو سوفیسمه. بقیه جهان خدا گفت سجده کنید الا شیطان رجیم، یعنی میکائیل سجده کرد، جبرئیل سجده کرد، اسرافیل سجده کرد، هر چی بود سجده کرد، الا وقتی کلمش بود، یعنی فقط شیطان سجده، ابلیس. چرا؟ چون از سجده کنندگان نبود، یعنی قوز داشت نمیتونست دل داشه. سجده کنندگان نبود، اصلا نمیتونست دل داشه، ذاتش طوری بود که باید سیخ بایستد. همه خودکارهای من مینوشتن الا ملخ که خودکار نبود بنویسه. پس وقتی سوفیسم میمیره، سوفیسم بعدی که میاد کد میخواد جبرئیل وارد شه. جبرئیل کیه؟ میکائیل کیه؟ اینا همه باید به سوفیسم بعدی سجده کنن. علاوه بر این ملائک و موجودات جهان هستی، تمام این 7 میلیارد باید به سوفیسم الان سجده کنن. پس کسی که به سوفیسم قبلی وصل باشه، اینترنتش قطعه. برای سوفیسم جدید تا پیدا نکنه، هرچی کد بزنه پاسخی داده نمیشه، و این کلا اینترنتش قطعه، برقش قطعه، هر چی هم دختر خاله سوفیسم قبلی باشه فایده نداره. من عرف نفسه فقط عرف ربه. یعنی چی؟ یعنی کسی که خودش شناخت، میخوای بفهمی کیه؟ فقط عرف ربه، کسیه که رب بشه بشناسه. یعنی سوفیسم الان باید بشناسه. از کلا بعضی جملات ما بد فهمیدیم. ادیان میگن من هر کسی خودش رو میشناسد خدا رو میشناسد، خدا رو میشناسد، خود سوفیسم رو هوان تو خدا، یعنی خود سوفیسم ها میخوان برن توی هو، همینطور میلیارد ها بیلیارد باید برن.
اصلا خدا پوزنی هوی این بوده که یه قطره شده داده بیرون گفته جهان هستی، گفتن بله، گفته شما این قطره رو نمیدونه بشنسی. من عرف نفسه فقط عرف ربه. این استنتاج منطقیه، میگه کسی که نفسش رو شناخت کسیه که فقط عرف ربه، خداش رو میشناسه، خدا ربه، ربش رو میشناسه، پروردگارش یعنی صوفیسم اعلانش رو میشناسه. پس کسی که صوفیسم اعلان رو نمیشناسه من عرف نفسه نداره، یعنی نفسش رو نمیشناسه، نمیتونه بگه من نفسم میشناسم. اصلا مشکل ریاست با تمام ادیان اینه که ادیان به صوفیسم قبل اعتقاد داشته نمیشه. یا محمد، بقیه رو گوش نکرده، این شد سنی. یا محمد یا علی، این شد شیعه. یا عیسی، شد مسیحی. قبلی الان مثلا چلومین صوفیسمه، سیونو رو قبول داری؟ بله خدا، ولی چلو پیدا کردی؟ نه. با هوایی هیچ عرف نفسه ای نداره که تو فقط عرف ربه بگه داری استنتاج. اگر پیانگا کیو بلعکسه، پس فقط عرف ربه، کسی که ربش شناخت مطمئن باش که عرف نفسه، ذاتش شناخته، خودش شناخته. به همین خاطر یوگا مال یک دوره ای بوده، الان کسی کلاس یوگا واکنه به خدا نمیرسه، هیچ وقت نمیرسه. این نمازه، آیا نماز باسن میدن میریم به خدا میرسی؟ اصلا ما دعوام سر نماز خودش یوگاه. یوگا نماز اون دوره بوده، الان نماز مسلمان ها این دوره. اوکی. قوی ترین نوع تلپاتی هیپنوتیزمی زمانیست که یهودی ها تکون میکنن اینجوری. میدید چرا اثر داره که هندی هم دارن اینجوری میکنن، کلاشون تکون میدن، اون تکون میخوره یه چیزایی میشه دید. اونم به خدا راهی نداره. پس هیچ کدوم از اینا به خدا راهی نداره، مدیتیشن راهی به خدا نداره. من کلاس عرفانی رو باز کردم، عرفان رو نمیدونم، اولا که در بعد از امپراتوری کوروش همه کلاس ها میتونن باز بشن، مدیتیشن، یوگا، هر کلاسی. کلمه عرفان رو نمیذاریم برداره، هر کی کلاس عرفان رو برداره هم نمیکنیم بش. عرفان یعنی تصوف، هیچ خطی وسطش نیست. عرفان یعنی تصوف. حالا شما کلاس عرفانی میخوام بزنید پارم پول در بیاری، یا برای معروفیت خودت، یا مطرح شدن خودت، یا اصلا میتونم چی داری میری اصلا یوگا داری تدریس میکنم، که نمیتونم فردا امپراتوری کوروش جلو یوگا رو بگیرم که یوگا دیگه اشکال نداره. به گاد نمیرسی. آقا سن خسته میشه، من قهرمان شنا میتونم با موسا جلسه بزنم؟ قهرمان شنا، قهرمان شنا هیکل قشنگی شده، برو دختر خوب پیدا کن، برو مقام بیار، رفتی به گاد نداره. گاد راهش معلومه، فقط عرف نفسه، عرف نفسه، فقط عرف ربه، کسی که خودش رو شناخت شرطش اینه که خداش شناخته، پس خداش باید بشناسه. و ایلیا بن عمران بری استارتی ها گفت آقا نیاییم، من به کمک شما احتیاج ندارم، من خودم خدای جهان هستی هم، نمیخواد این کارا رو نکنیم. نه صوفیست نمیفهمه، ما یه کاری میکنیم. رفت دم در عثمان وایسان، خلیفه اون موقع، گفت آقا نکشید، ما نمیخوام رژیم عوض کنیم الان. هیچ گوش نکرد. همه ریاستیا داختر از کاسه، داختر از آش. نمیفهم صوفیسم گیر کرده، روش نمیشه. صوفیسم جهان هستی، روش نمیشه. تو روت میشه؟ گفت حمله کنید 96 ایلیا ابن عمران، بعد گفت عقب نشینی کنید، بعد دوباره گفت حمله کنید، گفت بزنید قرآن رو. گفتن قرآن رو بزن قربان، لشکر ریخ به هم. گفت چی میگه صوفیسم؟ گفت آها صوفیسم میگه که قرآن رو بزنید کلن سر نیزه، نیزه ها رو بزنید، ساب نیزه رو بزنید. اشتباه من صوفیست ها قول ما باید بزنیم حتما دستیر شما قول ما یه بار دیگه دستیرتون رو بفرمایید. چرا؟ چون صوفیسمی دوست داشتن که نوکرشون باشه، صوفیسمی دوست داشتن که هرچی این رو بگی بگین چشم. خب صوفیسم هم ختمه دیگه، قربالشون کرد همون دوران محمد قربالو کرد، گفت رژیم عوض میشه. محمد گفت خواب دیدم همه چی اوکیه، دستور صوفیسم رژیم عوض میشه، رژیم عوض نشد، یه سری یه زادی رو میدن.
کجا رفتن؟ رفتن نیستن دیگه، بالا کسی نمیره. چرا؟ چون زمانی که آزمایش نباشه، تست نکنن، نمیتونی بری بالا. پس به هر دوری ولی قائم است. اینو خوب فهمیدی؟ بله من فهمیدم، پیدا کردم، تازه بازی شروع شد. اصلا تست مال ریستارتی هاست. قرآن با ریستارتی ها حرف میزنه، تورات با ریستارتی ها حرف میزنه. مردم کلیزی میکنن به دو دستن، یا حیوانن کلهم نا یف لا یفهمون لا یشعرون لا یعقلون. داروین میگه، من نمیگم، صحبت نکنم دهن تره من اصلا حرف نزن. داروین میگه شما هم حیوانید، من هم اوکی میکنم، آقای داروین حق با آقای داروین، کلهم حیوانید. داروین درست میگه. یه عده انسانن، از این انسان ها قرار قلب خربال بشه. حیوان که حیوانه، کاری بهش ندارن. که انسان ها یعنی ریستارتی ها در طول تاریخ قربال میشن. اعتراضم بعدا نمیتونم بکنم. چرا؟ چون این حیوان ها میگن قربان ببخشید چرا ما نتونیم انسان بشیم، ما رو از اول حیوان آفردی. گفت نه، خدا استنتاجش منطقی میگه نه عزیزم، هر دوره اتفاقا من یک صوفی فرستادم که میتونست حیوان به انسان تبدیل کنه. پس شما حیوان ها میتونستیم بیم بالا. آخه ما گیر محمد صوفیسمای قدیم بودیم. دازم مدر تو چی فکر میکردی؟ این همه عرفا گفتن کربوز، دو تا دکتر بهت میگن که اینجا درد میکنه بذار عمل کنیم پاره کنیم، شکم رو تحویل میدی. دو تا دکتر بگن نه نتون فلانه، تحویل میدی. چهار تا دکتر بهت بگن آقا یه ویروس عرفانی کرونا اومده دیگه زنتو ماش نکن، نمیکنی. اون وقت سعدی و مولوی و حافظ و بزرگان جهان گفتن راهی وجود نداره، اون بری وجود نداره برای تو، بیا هیچی به تو نمیدن اون بر، همین جهالت بکن. راه نجات پیدا کردن صوفیسمه، وگرنه به دوران جاهلیت مردی. وقت حرف اینا رو قبول نداری؟ حرف بزرگترین آدم های جهان هستی رو قبول نداری؟ آخوندمون گفت. کی گفت؟ سر کوچه من گفت. کی گفت؟ پول بده میری بالا. برو بالا. لحظه ای که کسی ریستارتی میشه سه تا شرط ازش میگیرن، سه تا بیعت داره، تو بیعت سه تا شرط داره. هر کی میخواد ریستارتی شه، آدم سه تا شرط داشته بود تا الان، یعنی عیسی همین شرط رو واسه پتروس گذاشت، پتروس قبول کرد. هر کسی در کلیسای ریستارتی میشه این سه تا شرط رو قبول کنه، بهش میگن بیعت. بیعت یعنی بیع، یعنی خرید و فروش، نه خرید. یعنی نمیری شما چیزی بخری، نمیری چیزی بفروشی، میگن یه چیزی بده یه چیزی بگیر. اون سه تا چیه؟ جان، مال، ناموس. اینو میذاری رو طبق اخلاص. آقای پتروس شما چی میدی قربان؟ من سیر و سلوک بهت میدم تو عرفان، در کلاس عرفانی من که عیسی هستم، که ناجی بشریت هستم و پسر خدا هستم و تنها راه نجات هستم، میبرمت بالا، ز بالا باشی و اون دنیا رو بهت میدم. خب من الان بشم میگم 200 میلیون دلار پول حساب تو، حساب پول بره تو حساب من، میگه بیا. دقیقا من همینه میگم، بعد مرگ بیا، هیچ چیزی نیست اون بر، هیچ کس به تو چیزی نمیده. پدر خودشو مولوی و سعدی در آوردن، دنیای جهان هستی رو رفته برگشته که اینو به تو بگه، اون بر خبری نیست. خودتو هیجانی نبین. خب پس هو بر اساس حالت سوم نور صوفیسم آفرید. حالا فهمیدیم چرا حالت سوم نور خیلی مهمه؟ نه که بر این اساس آفرید. و صوفیسم بر اساس حالت اول و دوم نور جهان هستی را آفرید. این نور اون نور نیست، جیگرته. نوری که شما اسمش میذاری منوره، اگر نگاه کنی حتی در فیزیک هم جرئت نمیکنن بگن که کلمات تغییر نمیدن. هزار بهتون گفتم میدونی چرا؟ چون زمانی که میخوان کلمه جایگزین انگلیسیش هم بکنن، یه گروه عرفانی هم وجود دارن، بعضیا خط دهی هن، یعنی باهوش هن.
اونجا بهش میگن آقا شما اینو بنویس. مثلا در قانون آلبرت اینشتین میگن شما کی هستی؟ میگه من ناظرم. چرا میگن ناظر؟ یعنی نظاره کننده، یعنی این هوه، این اللهه. اینجا رو هم میخوام بعدا توضیح بدم این فاصله رو، علمی شو علمی. از هو به پایین همه نظارگرن، ناظرن. آقا حسنی بیشتر توضیح بده. چشم. یعنی منورن، منیرن. یعنی خورشید نور نمیده، خودش منوره. این نور جرم داره، اون نور نیست. بعد مرگ اون نور باز میشه، یعنی جهان کمپل تغییر میکنه شکل و حالتش. یعنی هر کسی که وارد حباب کره زمین داره، یعنی وارد حباب جهان هستی، از بیگ بنگ میشه، بیگ بنگ خودمون نه حباب بغلی، وارد میشه، همه نظارگر. ای محمد، تو را میبینن ولی تو را نمیبینن. یعنی چی؟ ای محمد، تنظرون میبینن، نگاه میکنن، ولی ابصرون نمیبینن. و همین خاطر در آلبرت اینشتین نمیگن باصر یعنی بیننده، میگن نظار ناظر، نظارت کننده، نگاه میکنه. پس هر چی در جهان میبینی شما ناظری. یعنی چی؟ این وجود نداره، ننت نیست، واقعا هیچ بابایی نیست، هیچ بچه‌ای وجود نمیاد، هیچ کی ماشین سوار نمیشه، کلا تو خوابی بیدارشی میبینی هیچی نداری درستی، هیچی تو چپت نیست، همه چی علافی. بعد بلند میشی یه جای دیگه، یه شکل دیگه، یه فضای دیگه، نمیدونی چه خبره. خب اینا فکر نکن من و تو نفهمیدیم، خیلی در طول تاریخ نفهمیدن. تمام صوفی ها در طول تاریخ هر وقت انسان کامل دورشون خواست پسشون حرف بزنه نفهمیدن. مثال بزنم برای فکر نکن فقط میگه که ای محمد اینها ینظرون تنظرونن، نگات میکنن، ولا یبصرون. حالا من ببخش عربی خوب نیست، نمیبیننت، نگات میکنن ولی نمیبینن، نمیفهمن تو کی، نمیبینن. یعنی پس فهمیدن در دیده، یعنی دقیقا تر همین آیه مسلمان ها داره میگه که حالت دوم و اول نور رو بهش میگن ناظر، نظاره میکنن ای محمد، و حالت سوم نوری که حسینی توضیح بده در ریستار تازه میفهمن که باصرون، میبینن. پس تا نگاه میکنن نمیبینند. ای موسا، مثال اول، ای موسا چی دستته؟ گفت چوبه. گفت اسمش چیه؟ گفت عصایه. گفت میدونی اون خطرناکه؟ گفت نه بابا، خودم کندم درست کردم، عصا بچگی داشتم قربان. گفت ای موسا تو یل تنظرونم، میبینی، نظاره میکنی این چوبو، ولی نمیبینی این چوبو. گفت شوخی میکنه قربان؟ گفت نه آقا حسینی باید حالت سوم نور بعدن توضیح بده، تا اون توضیح نده نمیبینی. گفت یعنی چی من نظاره میکنم ولی نمیبینم؟ وقتی دارم نگاه میکنم چطور نمیبینم؟ گفت عصا رو بل کن موسا، عصا رو بل کن، یک افعی شد اجدا موسا برای بگرد. گفت آهای تنظرون، where are you going؟ کجا میری؟ بیا. گفت آقا ما لایب، ما نمیخوام تبسرون ببینیم، ما همونی تنظرون کافی مونه. این فرق تنظرون و یبصرون و تبصرون، ناظر باصر، اینقدر فرق میکنه. حقیقت اون چوب، عدد پی وقتی انتها پیدا کرد شد مار، ولی تا عدد پی تو این دنیا مجازی انتها نداره اون چوبه. نشستی رو صندلی، تکونم میدی خودتو به تختت نشستی، اینجوری فکر میکنی. بهت میگن تنها راه نجات یسارت، صوفیسم اپوزیسیون معرفی کرده، لیدر داده رو تقدیم، چرا ما رو انتخاب نکرده؟ حالا تو چوبو خوش، اگه تو دوز نیستی، قرار نیست پولای مردم رو بخوری و قرار نیست که مردم رو تجاوز کنی، اموالشون رو بکشی بالا، ما 4-5 هزار دلار میخوای بدی، خب من 4-5 هزار دلار بهت میدم، کجا میخوای بری؟
وایس اینجا با شما کار کن، دنبال پولی ما نمیذاریم. اگر لیدری هستی که دنبال پول نیستی، خب میخوای خرمالی کنی، پس چرا ما رو سانسور میکنی؟ دنبال خرمالی نیستی. کسی که میخواد به خدمت کنه میگه آقا حسینی راستی ببخشید من به من کار نمیده. آقا حسینی چی فرمودن؟ گفتن حالت سوم نور. آقا رسانه هاتون در اختیار بذارید. آقا حسینی در حالت سوم نور رو تعریف میکنه، ما همه گاویم در حالت سوم نور، کمک کنیم. نه، تو میخوای تو تنظرون باشی، لایبسرونی، تو نمیخوای ببینی، تو نمیخوای از این توهم بیای بیرون که خوابیدی. تو وقتی میخوان یقتو گرفت آقای جبر، آقای اسرائیل خوشگل یقتو گرفت، میگه هر دو دمی نعمتیست توش، میکشی تو بیرون نمیاد، بیرون هوا میدی بیرون تو نمیاد. پس بر هر نفسی شکری واجب. هدف خود را مشخص کنید. دنبال چی؟ دنبال اون جهانی. اون جهان باید جسم تو بدن ساخته شه. 15 نفر ماکسیموم در کره زمین میتونن راه سیر و سلوک و عرفان رو بهتون نشون بدن. کلا اینها کسانی هستن که بتونن حیوان رو به انسان تبدیل کنن. پس این هوه یه قطره از اقیانوس هو شده آدم، شده شیس، شده عیسی و موسی و محمد، ایلیا و ابن عمران. این یه قطره، یه قطره دیگه خودش داده بیرون. پس دوتا قطره اومده وسط، یه قطره از هو به انسان، صوفیسم انسان کامل امام زمان به قول شما و خوندکا، یه قطره هم از صوفیسم به جهان هستی، یعنی کل جهان هستی قطره ای از یک صوفیسمه. برای همین تمام مردم کره زمین باید سیر و سلوک کنن تو قطره ای که به صوفیسم برسن. راه نجاتش اینه که صوفیسمو در انتها ببینن و ببینن عظمتشو، که خیلی هم به صوفیسم نمیرسن. یعنی وقتی صوفیسم رسولی فرستاد برای مولوی، مولوی شمسو که دید گفت شمس من و خدای من، اصلا خود شمسو گفت خدا. این اصلا توجه نمی کنی اینقدر دیوان داده بیرون با ما به خدا. تو بسید دوست دختر تا حالا 5 خط نمیتونی بنویسی؟ حالا فکر کن شاعر 5 خط 10 خط، یارو شاعر 15 خط بنویسه. ای دختری که شما مادرت فلان کرده، این حتی این انقدر کتاب دادی بیرون، توش میگه تو خدای منی، گور پدر جهان، پدر منو درآوردی، هزار دفعه بریدم از تو، میگه خدای منی. یعنی یه صوفی شده خدای مولوی. تو چرا هی فکر می‌کنی مولوی عاشق صوفیسم شد؟ اصلا صوفیسم رها کرد، یعنی نگاه کن نمیفهمم چسبید به صوفیه. چرا؟ چون شمس یه تن از سه تن بود. اون کلمه یه خضر که شنیدی، میگن خضر همیشه زنده است، تمیدی؟ این یعنی همین، یعنی این یه تن که صوفیسمه، سه تن بعدشه، یکی از این سه تن ها همیشه مقام خضر داره. یعنی این که میمیره، نفر بعدی که از 5 تا میاد بالا لقب خضر میگیره. به همین خاطر میگن خضر همیشه زنده است. یعنی شمس تبریزی خضر زمان بوده اون موقع، هیچ کس نمیدونسته. یه پیرمرد مولوی بیا اون پشت، رفت اون پشت، اومد بیرون. خیلی ها میرن اون پشت بچه دار میشن، این رفت اون پشت، همه دنیاش عوض شد. من تو باشیم بریم اون پشت، یا پوخام پول بگیریم از این اپوزیسیون ها، از این گروه ها، از این حکومت ها، از این پادشاه ها، اینا پشت چیکار می‌کنیم؟ پشت الا پسوی ما که پسوی واضحیه، بقیه پسویاتون کجاست؟ و مولوی رو برتون پشت، یه رسول فرستاد صوفیسم، داد مولوی رو هوا، صوفیسم مولوی شد قطره‌ای از شمس.
اینا مراحلش قشنگ معلومه، یعنی دیوان و کتاب داد تا بتونه شمس رو توضیح بده. به همین خاطر خیلی از عرفا میگن شمس قطره ای از سوفیسم بود اون موقع، یعنی شمس تا سوفیسم همین میزان مولوی تا شمس فاصله بود. برو کتاباشو بخون یه بار، بو سوفیسم سوفیسم میاره مولوی. شمس من خدا به من، خدای من. چرا؟ چون مولوی از تنزرونه رسید به باسرون، تنسرون، تبسرون، از نظارگر وارد بعد بعدی شد. حالا دید او مای گاد این چیه، رفت جلو، فکر میاد داره به سمت صوفیس میره یا الله. بعد دید الله اصلا فاصله داره، خیلی فاصله داره، پرچم چیز دیگه است. گفت صوفیسمه؟ نه صوفیسم نیست. سالها کتاب شعر جیغ 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 تا شمس گفت شما دنبال کی هستی آقا؟ گفت من عاشق صوفیسمم. گفت بله، شمس رفت. مولوی از اونجا به همین داستانو خوابا رفت، رویاها رفت، فهمید تعالی داشته تو شمس سیر و سلوک میکرده. بله، ما هیپنوتیزم میخوانیم. مای فرند، تلپاتی ها، هیپنوتیزم ها، اون کلاس ها خیلی هم خوبه. شما دو وجب میری بالا، دو وجب میری پایین. اونور توش نیست، اونور راه رسیدن به دنیای اونور وصل به اینترنت یک فردیست به نام صوفیسمه. به اونجا برسی میتونی مطلب رو بفهمی، میتونی بازی رو باز کنی، وگرنه هیچ فایده ای نداره. چرا؟ برای اینکه تمام مردم کره زمین نمیدونن که وقتی میمیرن در دنیای بعدی رباتن. رباتن. شنیدی یه داستان دیره میگن که یارو رو بعد از مدتی از جهنم مهر میزنن تو پیشونیش، میاد تو بهشت. بهشتی نیست. اگه بهشت و جهنم ما فرق میکنه با آخونده و کشیشا و خاخاما، این رباته. یعنی بنده دنبال کلفت میگنم الان نمیدونم غذا همون کی باید بچوره ظرفا، با بعد میگن کی رو میخوام، میگن مرکل رو میخوام، مرکل رو مهر میزنم میانش بالا. میلیون ها سال داره کلفتی میگنم، بعدش هم داستان زندگیش قشنگ یه فیلم می‌کنم می‌ذارم، هر کی بخونه من میگم سلام حسن شریف، میگه ایشون کی هستن؟ میگم مرکل. میگه من نمی‌شستم، من 7000 سال قبلش 2000 سال قبل زندگی می‌کردم. میگم بشین نگاه کن فیلم چیه. مرکل بگو، مرکل اینطوری ما این چه نمی‌کنیم، ما این اپوزیسیون رو می‌بندیم، ما فلانی رو شاه می‌کنیم، ما قدرتمون انقدره، ما فلانه. همه بشین، همه تو آشپزخونه این نگاه کن. مرکل مترحم کیه؟ اپوزیسیون اصلا آفرین شما. یعنی ما، یعنی انسان ها برای چی تولید بس میکنن؟ برای اینکه اون دنیا انسان ها ربات میخوان، ربات مثل این کامپیوتر. ما یه احمقیم وقتی تو میتونی زن و شوهر ازدواج کنی یه ربات بدیم بیرون برای اون دنیا، برای چی ربات بسازیم؟ ما ربات ساختیم همین الان. فکری تو فقط بلدی که یه دونه فروشگاه بزرگ میزنی 5000 تا استخدام میکنی؟ ما هم اونجا حقوق میدیم، ساعتی 10 دلار نمیدیم، 15 دلار میدیم، 20 دلار بیشتر میدیم. آب گرونه اونجا، اونجا لیوانی 65 دلار. 10 ساعت کار میکنی 15 دلار، 350 دلار. یه ساندویچ 370 دلار. پس مرکل با شوهرش ازدواج کرد، چی تولید میکنه؟ یه بچه برای من اون دنیا که من کارم هاش انجام بدم و یه بازغاله است و ولی شبیه انسان دیگه، بهترین هزینه است. پ-
پس این بچه دو حالت داره، یا ریستارتی میشه که خب خواهرشو برمیداره، خواهرش هم دوباره رباته. حالا فهمیدی داستان چیه؟ حالا فهمیدی هدف از آفرینش چیه؟ هدف از آفرینش اینه که مردم جهان رو به دو قسمت تقسیم می‌کنه. حیواناتی که شبیه انسانن بهش میگن انسان نما، اینها رو قراره از بین ببرن. اینها قراره که در آینده در شرکت‌ها و ادارات و سازمان‌های تبلیغاتی و مدیاهای بزرگ رادیو پستو کار کنن. اونور از اینها استفاده خواهد شد. پس خدا در کجا قرار داره؟ خدای متعال در یک ساختمان 150 طبقه‌ای در یک ستاره نوترونی نشسته است و اون رب توه. در طبقه 150 میلیارد ها بیلیارد میلیارد سال فاصله داره با طبقه 100. انسان ها در طبقه 100 اینجوری زندگی میکنن، و همین خاطر فاصله های طبقات جهان هستی بهش میگن آسمان اول. آسمان اول یک ساختمانی توشه 25 بیلیارد طبقه داره که یه ربی اون بالا نشسته. توی آخرین طبقه، طبقه دومش 31 تن از 3 تنه. ما نیستیم وسط ها هیچکی. پس یکی از این 3 تنها همیشه خضره. کسی که پشت این برنامه بود و این برنامه رو راه انداخت لقب داره. یکی از اون 3 تنی که اجازه پخش ریستارت داد همون شمسه بود، بل هم قوی تر. چرا؟ چون همه به سمت تکاملن. خدای شمس بودین، هیچ وقت هم اجازه نوشتن کتاب بهش دادن. به 300 دلیل این کارو کرده که به مرور هرچی میریم جلوتر دلایل رو بیشتر میفهمید. با اجازه خودش روی استارت پخش کرد که قطری از خودش بشه. اینش میگن کتاب. پس این برنامه روی استارت قطری است از اون یک تن از 3 تن، قطری از خضر زمان بود. هیچ ربطی به سوفیسم نداشت. بعدها سوفیسم مهر زد روش و گفت آف کورس که چی داده سوفیسم، یعنی ریستارت نه، یعنی صوفیه رو افکاس چه خضری داده بیرون. مرسی که من منم نفهم. مرسی این که امشب که بمیری دوباره خواب بلند میشی میاد میفهمی که این برنامه رو نفهم. مرسی که وقتی که از خواب بلند شدی به دور رو برات نگاه کردی و خوب میفهمی که این برنامه رو نفهمید. تو باید بترسی که بعد از مرگ چی میشی. تو متوهمی که چسبیدی به یک دنیای دو روزه. به راستی کدام یک از ما متوهمه؟ من یا تو؟ بدرود.